أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فاقه خوب نیست. فاقه؟ فاقه چه شده خواهر؟ سرانجام موعد من هم به سر رسید. از کجا میدانی؟ تو که حالت خوب بود، یک باره چه شد؟ چه فرقی می کند؟ فقط می دانم رفتنیه. طبیبی، دارویی، درمانی، حال او خوب نیست. من از دیروز می دانستم فرصتی ندارم. فقط به سخنانم گوش کنید. دیروز که به اصرار خانه ما را ترک کردی باید حدس می زدم. از دنیا چیزی ندارم، هرچه هست به یوسف می بخشم و از او پوزش می طلبم. از شما نیز پوزش می طلبم. من این 4 سال به نیرنگ یوسف را نزد خود نگه داشتم، به او تهمت دزدی زدم. خداوند مرا ببخشد، شما هم مرا ببخشید. یوسف من دزد نیست. من اون کمربند را در زیر لباسش پنهان کردم. من این را می دانستم. تو خود را رنج نده. این را به همه بگویید. یوسف من
دوست نبوده و نیست. تو خود را رنج نده. میخواهم با تو تنها سخن بگویم. یوسف آیه ای از آیات خداست، همان گونه که برای بعضی رحمت و نعمت است، برای بعضی زیان و خسارت است. من نشانهای حسادت و کینه را میبینم. مواظب یوسف باش، او دنباله راه نبوت است. لحظه او را تنها مگذار، لحظه ای از او غافل مشو. او را با خود بخوابان و تنها جایی مفرست. فائقه سفر به خیر خواهر. سفر به خیر خواهر. سلام مرا به مادرمان رفقه و پدرمان اسحاق برسان. سلام مرا به راحیل برسان. سلام مرا به پدر بزرگمان ابراهیم برسان. روی به هیچ درگاهی نکنید و تنها به او پناه ببرید. هرچه میخواهید از او بخواهید، که همه عاجزند و قادر اوست. همه بر نیاز و راز درون شما غائبند و تنها شاهد حاضر بر همه وجود شما اوست. اگر یار میخواهید، یار شماست. حافظ و نگهدار میخواهید، نگهدار شماست. اگر منعم میخواهید، منعم و پروردگار شماست. و اگر پندند درس میخواهید، ناصح و باعث شماست. هر آنچه از خلایق طلب میکنید، جمله یک جا نزد اوست. وای وای به روز کسانی که روی نیاز به سوی دیگری برند. بسا خلایق رسوا شوند اگر روز موعود خداوند با عدل ظاهر شد. بسا پرده ها دریده شود
اگر او با عدالت بر خلق بنگرد. بسا امیران اسیر شوند اگر فردا حق تعالی مظلومان را دستگیر شود. بسا خون از دیده ها روان شود اگر آسیان بر اعمال زشت خیش ناظر شود. پس توشیان روز مهیا کنید و برای آن روز اعمالتان را اصلاح نمایید. چون فاقه همه آماده رفتن شدید که لاجرم همه رهرو این راه خواهیم شد. بیایید برای آمرزش روح فاقه همه با هم دعا کنیم. پروردگارا روح فاقه را با ارواح صالحان و دوستانت محشور بگرد. شوید جناب یعقوب. چه شده یا نبی خدا؟ گویا خواب می دیدید. صدایتان تا اتاق مجاور می آمد. آره، خواب رعب‌آوری بود. چند گرگ کودکی را دنبال کرده بودند. آنها کودک را در شکاف زمین سرنگون کردند و قصد دریدن او را داشتند. آن بچه که بود؟ او را نشناختید؟ دور بود، چهرهش را ندیدم، اما تقریبا در قد و قامت یوسف بود. نبی خدا حتما تعبیر خواب را می دانند، وگرنه این همه نگران نمی شدند. بلا و مصیبتی در کمین خاندان یعقوب است. خداوند بدی هیچ بنده ای را نمی خواهد. این بندگانند که با شیطان هم پیمان می شوند و بر سر راه یک دیگر دام می گسترند. خداوند
خواب موجب آرامش خاطر می شود. قدری استراحت کنید. سر و صدا را دیشب نشنیدید؟ نه، ما دیشب خواب بودیم، متوجه چیزی نشدیم. من یک لحظه بیدار شدم ولی چیزی نشنیدم. دیشب از سر و صدای پدرتان بیدار شدم، خواب می دید. بیدارش که کردم گفت در خواب 10 گرگ را دیده که به کودک هم قد و اندازه یوسف حمله کردند و او را در گودالی انداختند. نیمه شب بیدار شده بود و یوسف را نوازش می کرد و او را می بوسید. پدر آن کودک را نشناخته؟ می گفت چهرهش را ندیده، اما معلوم است که یوسف بوده، وگرنه بیدار که شد دست بر سرش نمی کشید و او را ناز و نوازش نمی کرد. اگر آن کودک یوسف بوده، حتما آن گرگو هم ما برادران بوده ایم. خیلی خنده دار است که پدرتان شما را چون گرگ ببیند. یعقوب می گفت در خواب دیده که 10 گرگ به کودکی که شبیه یوسف بوده حمله کردند و او را در شکاف زمین سرنگون نمودند. این که خواب بدی نیست. تو را چه شده بلهه؟ یعقوب فرزندان ما را چون گرگ دیده. تو این خواب را خوب می دانی؟ گرگ هایی که یوسف را می درند گرگ های بدی نیستند. خود بچه ها باید کار بکنید. خود بچه ها. موضوع چیست؟ گمان میکنم که بدانم. البته شبها هم به فکر یوسف است، در خواب هم یوسف میبیند، هر کجا میرود او را با خود میبرد، میخوابد با خود میخواباند. بیهوده جنجال مکن یهودا، ما که هنوز نمیدانیم دقیقا پدر چه خواب دیده. در ثانی یوسف مثل ما جا و مکان و مادر ندارد، پس پدر مجبور است او را هر شب با خود اینجا و آنجا ببرد. ما دقیقا میدانیم پدر چه خواب دیده. او در خواب ما را شبیه گرگ مشاهده کرده است، گرگ هایی که یوسف را میدارند. سلام بدن. شما نباید هر که هرچه گفت بپذیرید و بر سر آن جنجال بپا کنید. مادرم میگوید شما ما را در خواب به شکل گرگ دیده اید که به یوسف حمله کرده ایم و اینطور نیست. من فقط در خواب دیدم که چند گرگ به کودکی حمله میکردند، نه آن گرگ ها شبیه شما بودند و نه آن کودک شبیه یوسف، چون من اصلا چهره آن کودک را در خواب ندیدم. 10 گرگ معلوم است که ما 10 تنیم. من تعداد گرگ‌ها را در خواب شمارش نکردم. شما از کجا فهمیدید 10 گرگ بودند؟ من همه شما را دوست دارم. از زحمات شما همیشه سپاسگزار بوده و قدردانی کردم.
اما نمیتوانم یهودا را که اینک جوانی برومنده است همچون کودکی بر زانو نشانده و او را نوازش کنم. میتوانم آن زمان که شما کودک بودید همچون کودکان به شما محبت کردم، بر روی زانوی خود نشاندم، در کنار خود خواباندم. شما آن زمان هم محبت پدر را دیدید هم محبت مادر. یوسف و برادرش هرچه محبت ببینند باز هم به پای شما نمیرسند. از شما که اینک جوان برومندی هستین انتظار نداشتم که خود را با کودک مقایسه کنید. جاد، عشیر، از مادرتان سوال کنید که دیشب چگونه شما را ناز و نوازش میکردم. آری، من دیشب بیدار بودم، دیدم که رو انداز من زیاد را انداختید و دست بر سرمان کشیدید. پیشتر هم به شما گفتم گفتار و افکار شما نشانه حسادت است. این افکار شیطانی است. اجازه ندهید نمامان و بدخواهان آتش حسادت را در وجود شما شعله برگردانند. پدر، ما دوست داریم با یوسف بازی کنیم، شما چرا اجازه نمیدهید؟ من اصلا مانعی نمی بینم. او برادر شماست، چرا نمی توانید با او بازی کنید؟ اطمینان دارم که او هم از بازی با شما لذت خواهد برد. پس ما همکنون می توانیم با یوسف بازی کنیم؟ چرا معطلید، عجله کنید. شما نمی خواهید گوسفندان را به صحرا ببرید؟ ما رو ببخشید پدر. به به به، چه جوانان برومند و مهربانی. خسته نباشی، چه میکنی؟ برای غذای ظهرمان شیر گرم میکنی. نوش جانتان. ببینم، میهمان ناخوانده نمیخواهی؟ شما که هستید؟ اینجا چه میکنید؟ شما رو چه شده؟ مثل اینکه از وجود من در اینجا خوشحال نیستید. باید باشی؟ حق با شماست. دیدن هنده قریب کسی رو خوشحال نمی کنند. اما حقیقت این است که من به خاطر شما به این سوا میدم. دیدار شما به شدت موجب استعجاب من شد. شما ما رو می شناسی؟ آری، همه اهالی اطراف فرزندان یعقوب پیامبر را می شناسند. پس چرا از دیدار ما تعجب کردی؟ چون دیشب شما را در خواب دیدم. باورتان می شود؟ دیشب شما را در خواب دیدم، امروز در بیداری. این عجب نیست. دوست داریم بشنویم؟ برای من تعریف کن. راستش را بخواهید خواب عجیب و غریبی بود، از آن سر در نیاوردم. خواب دیدم شما 10 برادرید و کودکی را بر روی تختی روان حمل می کنید. گویی همه شما برده او و او ارباب شما بود.
گاه می دیدم که همان کودک بر عرابه ای سوار است و شما ده تن چون ده است عرابه را هم می گذید. گاه می دیدم که او بر کرسی نشسته و شما ده تن را به زنجیر کشیده است و شما برای او شبانی و مزرعه داری می کنید. مثل اینکه با تعریف خوابم شما رو ناراحت کردم. ولی خواب چیز مهمی نیست. حال به حال ندهید. بهتر است برم. عجب قیافه کری و زشتی داشت. پس شبان کو؟ به این سرعت که نمیتواند از اینجا درسته باشد. این غیب شد؟ نمیدانم. شاید به زمین فرو ره. نمیدانم که او که بود، ولی حرفایش مرا به فکر فرو برد. خواب او شبیه خوابهای یوسف بود. سلام پدر. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام پدر. خسته نباشی. سلام پدر. خسته نباشی. درود بر نبی خدا. درود خداوند بر تو فرزند. چه شده؟ گویا نزاع کرده ای. آری، با فرزندان شما. چرا؟ آنها مزرعه ما را تخریب کرده در آن گوسفند چرانیدند. به آنها اعتراض کردم، مرا به باد کتک گرفتند. یهودا، شمون، لوی، بیایید. چرا گذاشتید احشام مزرعه این جوان را تخریب کنند؟ مانع گوسفندان که نمیتوان شد پدر. حالا مگر چه اتفاقی افتاده؟ چرا او را کتک زدید؟ می توانی آنها را قصاص کنی؟ یا نبی الله، من از آنها گذشتم، ولی بگویید پس از این گوسفندان خود را برای چرا به مزرعه ما نیاورند؟ می گویند ما صاحب کنعانیم، هر کاری بخواهیم می کنیم و هر کجا بخواهیم می چرانیم. چه کسی این حق را به شما داده است که در مزرعه مردم گوسفند بچرانید؟ چه کسی به شما گفته است که صاحبان کنعان ما هستیم؟ پسرم، من از تو پوزش میخواهم. قول میدهم که دیگر احشام ما به مزرعه شما آسیب نرساند. من خسارت مزرعه شما را خواهم پرداخت. ما اشتباه کردیم. پوزش میطلبیم پدر. در کنعان هر کسی مالک و صاحب املاک خیش است. صاحبان اصلی کنعان فلسطینیان هستند، نه ما. پس ما اهل کجا هستیم پدر؟ پدر بزرگ من و جد شما ابراهیم خلیل الرحمن که مقبره او در مکفیله قرار دارد، از اهالی اور در سومر و کلده در جنوب بین النهرین بود، یعنی نزدیک زادگاه شما فدان. پیش از اینان فلسطینیان در اینجا زندگی می‌کردند. اجداد این جوان که فلسطینی است صدها سال پیش از ما در کنعان زندگی میکردن. البته پس از 100 سال اکنون همه ما عبرانی و کنعانی اهالی کنعان محسوب میشویم. همین، شما باید با یکدیگر دوست باشید. Mm-hmm.
یوسف، یوسف پسرم، بیدار شو، بیدار شو. سلام پدر. سلام عزیز پدر. گویا خواب میدیدی نه؟ آری، خوابی عجیب، از آنها که گفتی برای کسی نگویه، حتی برای پدرت. در کنار گوسفندان نشسته بودم. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. این گونه بود که یوسف به پدرش گفت: پدر جان، من در خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که به من سجده می کنند. به تماشای ستاره ها و ما و خورشید بودم که بیدارم کردید. حدس تو درست بوده پسرم، این خواب را برای احدی نباید بگویی، مخصوصا برادرانت. نادانند و غرور جوانی آنها را به حسادت وامی دارند. به خواهر و نامادری هایت نیز نگو، آنها همه را با خبر خواهند کرد. خورشیدی که قرار است روزی به تو سجده کند، همینک در مقابل تو زانو زده است و ماه و 11 ستاره نیز روزی در برابر تو به سجده خواهد افتاد. تو روزی بزرگ خواهی شد، هم به مقام مرتبت و هم به جایگاه معنویت. آن روز پدر و مادر و همه برادرانت در برابر تو سجده خواهند کرد، ولی تا آن روز از گفتن خوابت به شدت اعراض کن، مخصوصا برای برادرانت، ممکن است به تو حسادت کنند و برایت دسیسه کنند. دسیسه؟ آنها از طرف برادرانم.
فرزندان فرستاده خدا؟ از قدرت شیطان غافل مشو فرزند. شیطان برای انسان‌ها دشمنی است آشکار و فریبشان می‌دهد، حتی اگر فرزندان انبیا باشند. خداوند تو را برای خود برگزیده است و علم تعبیل خواب را به تو ارزانی خواهد داشت و نعمتهایش را بر تو و خاندان یعقوب تمام خواهد کرد، همان گونه که بر پدرانت اسحاق و ابراهیم اتمام نعمت کرده و به آنان جایگاه امامت و ولایت عنایت فرموده. خداوند روحت را شاد گرداند. فرزندانت را آوردم، میبینی؟ هر دو سلامت و شادابند. مادر، امر بارقه نیز ما را ترک کرد. از آن روز دوری تو را بیشتر احساس میکنم. میدانم که هیچ کس جای تو را برای یوسف و بنیامین نمیگیرد، اما من و لیا تمام سعی خود را می‌کنیم که این دو غم بی‌مادری را کمتر احساس کنند. پدر، خوابم را برای مادر تعریف کنم؟ مژده‌ای برایت دارم راهی. فرزندمان در آینده به مقام نبوت خواهد رسید. این را از خوابی که دیشب دیده بود فهمیدم. مادر، خاله لیا و پدر خیلی به من و یوسف محبت میکنن، نگران ما نباش. آسوده بخواب راهیل، آسوده بخواب. نمیگذارم غم بیمادری فرزند من را آزار دهد. سلام دخترم، خسته نباشی. بنش. من برایت گندم بیاورم. پدر شما را کجا برده بود؟ به زیارت مزار مادرم راحیل رفته بودیم. با من چه کار داشتی؟ دیشب یعقوب جانشین خود را تعیین کرد. گفتم شاید شما هم مشتاق دانستن باشید. خب خیالتان راحت، از فرزندان من و شما نیست. یوسف فرزند راحیل. واضح‌تر سخن بگو، موضوع چیست؟ من از جایی بیدار شدم که به یوسف میگفت خوابت را برای برادرانت نگو، تو فرستاده خدا و وارث اسحاق ابراهیم هستی. و از همه شنیدنی تر این که می گفت تو سرور و بزرگتر برادرانت خواهی شد و آنها به تو سجده خواهند کرد، و خود در برابر یوسف زانو زده بود و او را می بوسید.
اگرچه دوست داشتم جانشین یعقوب از فرزندان من باشد، اما اگر نبی خدا این گونه میخواهد من نیز تسلیم هستم. یعنی تو میتوانی سروری یوسف بر فرزندانت را تحمل کنی؟ چاره ای نیست. اگر تصمیم یعقوب این است میپذیرم. شما هم بهتر است همین کار را بکنید. ولی من این مطلب را نمیتوانم. من هم گمان میکنم باید اطاعت کنیم. بانولیا حتما درست میگویند. ما باید از فرامین رسول خدا اطاعت کنیم. امیدوارم برادران یوسف این انتخاب را بپذیرند. تو چقدر ساده ای. همه چیز را که نباید به لیا گفت. بنشین، باید کاری کرد. خواب دیده، خواب سروری بر شما را، مطمئن باشید. این که کاری نداره، از یوسف میپرسی. فکر میکنید اگر خواب دیده باشد میگوید؟ آری یوسف دروغگو نیست. اگر دیده باشد میگوید. برویم. یوسف. بله برادر. تو میدانی که ما برادر خوب و مهربانمان یوسف را دوست داریم. من هم شما را دوست دارم. راستی یهودا، من کی مثل شما بزرگ میشوم؟ تو بزرگ هستی و از بزرگی و جایگاه بالای خود نزد پروردگار به خوبی باخبری. منظور شما کدام جایگاه هست؟ همون که دیشب در عالم رویا نشانت دادن. خواب را به یاد داری؟ خوابی که خودت دیدی؟ ما وقتی فهمیدیم تو خوابی دیده ای که نشانگر رفعت درجه و مقام توست خیلی خوشحال شدیم. پدر به شما گفت که من خواب دیدم؟ آخر من به جز او به کسی نگفتم. نه پدر که نگفت، من خودم شنیدم. نیمه شب که به حیات آمده بودم متوجه شدم که پدر به تو میگفت خواب خود را به کسی نگو. گفت که تو در آینده جایگاهی والا خواهی یافت. خب خوابت را برای ما خواهی گفت؟ پس این را هم شنیدید که پدر گفت خواب خود را با کسی نگویم. چه اشکالی دارد؟ برادران تو میخوان در شادی تو شریک شوند. میدانم که مرا دوست دارید و شاید گفتن خواب برای شما اشکالی نداشته باشد، اما از فرمان پدر نمیتوانم زر پیچی کنم. به پدر خواهم گفت که تو قصد زدن یوسف را داشتی. بس کن دینه، یهودا که قصد زدن نداره، فقط از دست یوسف کمی خشمگین است. یهودا چرا ناراحت شد؟ مگر تو به او چه گفتی؟
چیزی را که او میخواست نگفتم. خوابم را آما از کجا میدونستم که من خواب دیدم؟ جز پدر کسی نمیدونه. به پدر خواهم گفت که یهودا میخواست تو را بزنه. نه نگو. چرا؟ من برادرانم رو دوست دارم، نمیخواهم پدر از آنها رنجیده شود. راستی دینه، چرا یهودا من رو دوست نداره؟ در حالی که پدر میگفت برادران باید یکدیگر رو دوست بدارن و به هم دیگر احترام بگذارن. بله، زلفا، لیا، بیایید گندم آوردم. سلام پدر. سلام دختر. سلام. خسته نباشی. بچ. بله، دستات را آماده کن که آرد برای خمیر نداریم. اولین گونی و گندم امسال. به زحمت کاهدانه را از یکدیگر جدا کردم. بیا بسرم. پدر، برادران همه میدانند که من خواب دیدم. از کجا فهمیدند؟ نمیدانم. آنها از خواب من پرسیدن. وقتی پاسخ نگفتم بر من پرخاش کردن. بله، بله. بله یا نبیرده. تا کنون چندین بار شاهد نمامی ها و آتش افروزی های تو بودم، ولی سکوت کردم به این امید که دست برداری و خود را اصلاح کنی. اما ظاهراً مثل این که تو تصمیم گرفته ای تا برادران را به جان یکدیگر نینداخته ای آرام نگیری. من نمیدانم نبی خدا از چه سخن میگویند. من بیگناهم. من دیشب در جوار سرای تو بودم. یوسف آنجا خواب دید و همانجا برای من تعریف کرد. به غیر از من و یوسف احدی از این ماجرا با خبر نبوده. جز تو چه کسی میتواند این خواب و تعویل آن را شنیده باشد؟ ولی من سوگند میخورم که دیشب دروغ میگویی. دروغ میگویی. من دیشب متوجه سرای درون اتاق تو شدم، خود را به آنجا رساندم، ولی چون تو و فرزندانت را خفته دیدم به شنیده های خود اعتنا نکردم، در حالی که درست شنیده بودم. تا کنون چندین بار زلفا را فریفته و به نمامی واداشته ای. یهودا و برادرانش را بر ضد یوسف برانگیخته ای. فرزندانت را به سوی کینه با یوسف سوق داده ای. اما من سکوت کردم. اگر یک بار دیگر خطاهای گذشته خود را تکرار کنی، فرزندانم را میگیرم و تو را به دیار خود به فدان در بابل میفرستم. شنیدی چه گفتم؟ نه 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 نه. با نبی خدا عهد میکنم که از این پس هیچگاه ایشان را به خشم نیاورم و همیشه از فرامینشان اطاعت کنم. مرا ببخشید، من کنیز شما هستم. من جز شما کسی رو ندارم. مرا همینجا دفن کنید، اما از فرستادن به فدان سخن نگویید. نه. تردیدی نیست که خورشید پدرمان، ماه مادرمان و یازده ستاره هم که معلوم است. پدر آنقدر به این کودک ناچیز بی مادر پروبال داده که در عالم رویا خود را معبود و ما را ساجدین خود میبیند. نه فقط ما، بلکه حتی پدر و مادر خود را نیز در حال سجده خود میبیند. امروز کسی از اینجا بیرون نمیرود تا تکلیف یوسف و ما روشن شود. من همه فرزندانم را دوست دارم، اما علاقه من به یوسف به خاطر عنایت خداوند به یوسف است. امیدوارم فرزندانم این علاقه را درک کنند و همیشه با یوسف بر سر مهر باشند و عداوت نکنند.
او به راستی چنین گمان میکند که بر ما و پدر مادر من برتری دارد و روزی بر ما سروری خواهد کرد؟ برای یوسف توهم پیش آمده. همه این خیال پردازی ها در نتیجه توجه زیاد پدر به او و محبت های بیش از حد مادر است. من نمیدانم چرا پدر یوسف را از همه ما بیشتر دوست میدارم. مگر من و شما از او چه کم داریم؟ تمام زحمات اداره امور خانواده به دوش ماست. جمع‌آوری محصول و کشت آن به عهده ماست. شبانی گوسفندان و نجاتشان از دهان گرگ به عهده ماست. آب و آذوقه و نگهداری گوسفندان، تمیزی آغل‌ها و جمع‌آوری فضولات آن همه به عهده ماست. آن وقت همه مهر و محبت پدر و مادرمان و سابق بر این هم عنایت و توجه عمه فائقه همه برای یوسف است. برای این کودک ضعیف و بیمقداری که حتی از پاک کردن آب بینی خود هم عاجز است، جلب و نظر و محبت پدر کم بود؟ به تازگی عوض برتری و سروری بر ما را هم در رویاهای خیش میپرورد. من پدر را در گمراهی آشکار میبینم. همه این خطا از ناحیه اوست، ولی من سکوت نمیکنم و سروری فرزند راحیل را نخواهم پذیرفت. ما هم نمیپذیریم، اما چاره معقول چیست؟ شاید شما جسارت گفتن نداشته باشید، اما من میگویم یوسف باید کشته شود. کلمات خطرناک است، این گونه راحت به زبان نیاورید. چرا نباید گفت؟ بدین ترتیب هم پدر را به خاطر تبعیض در رفتار مجازات کرده ایم، هم فرزند راحیل آرزوی سروری بر ما را به گور خواهد. اگر چه من جسارت یهودا را ندارم، ولی به نظر من هم تنها راه همین است. چگونه میتوان تحمل کرد؟ از زمانی که یوسف چشم به جهان گشوده همه این نظرها را به سوی خود جلب کرده و همه این محبتها را به خود اختصاص داده است. من که صبرم تمام شده. تا کی میتوان تحمل کرد و در برابر پدر و مادرمان چیزی به او نگفت؟ مراقب باشید، قتل برادر و نافرمانی پدر گناه عظیم است که قطعا عذاب جهنم را به دنبال خواهد داشت. من برای آن هم راهی دارم. توبه، چند روزی که از کشتن یوسف گذشت از خدا من طلب بخشش میکنیم. خداوند هم که بزرگ با گذشت است ما را خواهد داشت. همان گونه همه گناهکارا فکر میکنم. گناهی میکنیم، خطایی مرتکب میشویم و بعد توبه میکنیم. مگر جز این است؟ بعد از کشتن یوسف و جلب محبت پدر توبه کرده خود را اصلاح میکنی؟ اگر خداوند توفیق توبه را از ما سلب کرد چه؟ همیشه امکان توبه برای خطاکار میسر نیست و اگر توفیق توبه نیابیم تا به ابد نفرین شده و ملعون خواهیم ماند و این ننگ در خاطر آیندگان باقی خواهد ماند که دست جمعی از پیامبرزادگان به خون برادرشان آغشته شد. من حرفای لوی را قبول دارم، اما بیفایده است مگر اینکه لاوی راهی بهتر از یهودا برای حل مشکل یوسف ارائه کند. مخالفت ساز کردن نقش پرهیزگاران را بازی کردن مشکل نیست. اگر میتوانی راهی ارائه کن. مگر مقصود ما جلب نظر و محبت پدر نیست؟ خب معلوم است هدف ما جلب نظر پدر است. همین. بسیار خوب، کاری کنید که چشم پدر به یوسف نیفتد. او را از پدر دور کنید. چندی که گذشت یوسف را فراموش کرده و نظرش به سوی شما جلب خواهد شد. این هم که ممکن نیست، چون پدر یوسف را لحظه ای از خود دور نمی کند. خب بیایید درباره این فکری بکنیم. ابتدا بپذیریم که کشتن یوسف را چاره نیست، بعد برای دور کردن یوسف از پدر راهی پیدا خواهد شد. بروید. او هفته یک روز در مکفیله خلوت می کند. بهتر نیست مزاحم عبادت او نشویم؟ در هنگام عبادت به کار دیگری نمی پردازد. از قضا او اینک در مکفیله تنهاست. بهترین فرصت همین امروز است که با خاطری آسوده و بدون مزاحم با او سخن بگوییم. بروید. بروید ببینم چه می کنید.
سلام پدر. سلام پدر. سلام فرزندانم. میبینیم با معبود خیش خلوت کرده ایم. آیا ما را نیز دعا میکنیم؟ برای شماها همیشه دستم به درگاه خداوند است. اینجا چه میکنید؟ میدانید که امروز به کار دیگری نمیپردازم. آمده ایم اجازه بگیریم که یوسف را با خود به صحرا ببریم. چه شده؟ چرا به این فکر افتاده اید؟ دلیل خاصی ندارد. دوست داریم یوسف را با خود به صحرا برده تا هم کمی بازی و تفریح کند، هم به او رموز کاردانی و گله‌داری را بیاموزیم. اینک دوران کودکی و بازیگوشی یوسف است. بزرگتر که شد او هم مثل شما به صحرا خواهد آمد. قول میدهیم مواظب او باشیم. آری پدر، قول میدهیم. هنوز زود است. بعدن بعدن. باید میدانستم که انجام چنین کاری در عرضه و توان شما نیست. تو که عرضه و توان داشتی خود نزد پدر میرفتی. مثلا ما پیامبرزاده ایم. من میدانستم که جز کشتن یوسف راهی نیست. بی نتیجه بودن راهی که لاوی پیشنهاد داده بود از همون ابتدا معلوم بود. پدر ایشگاه یوسف را از خود دور نمی کند. شما که نمی توانید یوسف را در حضور پدر بکشید. می توانید؟ در هر حال ابتدا باید یوسف را از پدر جدا کنید، آنگاه چاره ای برای او بیاندیشید. من راهی به نظرم می رسد. تنها کسی که میتواند پدر را متقاعد کند که یوسف را همراه ما به صحرا بفرستد خود یوسف است. او را وسوسه کنیم و از لذت گشت و گذار و بازی در صحرا برایش بگوییم. اگر او خود تقاضای همراهی ما را داشته باشد قطعاً پدر با او مخالفت نخواهد کرد. این همراهی است. تنها کسی که میتواند پدر را متقاعد کند که یوسف را همراه ما به صحرا بفرستد خود یوسف است. او را وسوسه کنیم و از لذت گشت و گذار و بازی در صحرا برایش بگوییم. اگر او خود تقاضای همراهی ما را داشته باشد قطعاً پدر با او مخالفت نخواهد کرد. این همراهی است. امتحان میکنم. دوست داری همیشه اینجا در خانه بمانی و با بنیامین و دینه بازی کنی؟ آری، من بازی با دینه و بنیامین رو دوست دارم. من هم دوست دارم با شما بازی کنم، اما نه اینجا. بازی و تفریح در کوه و صحرا خوب است. چرا گله رو حرکت نمیدهید؟ منتظر برادران من هستیم. شماها امروز به صحرا نمی روید؟ همکنون حرکت می کنیم. آماده ایم اجازه بگیریم امروز یوسف را هم با خود ببریم. چرا اجازه نمی دهید یوسف با ما به صحرا بیاید؟ تا هم کمی به ما کمک کند و هم کمی تفریح و بازی کند. دشت همه جایش زیبا و پر از ریاحین است. تا به حال تمش خورده ای؟ نه، چگونه است؟ بسیار خوشمزه است و من خیلی دوست دارم. تا
به حال چشمه های جوشان و نهرهای روان دیده ای؟ حقیقت این است که یوسف مادر ندارد. به خواسته مادرش نگهداری از او خب دینیست به گردن من. در ثانی پدر مادران موظفند بیشتر مراقب بچه های کوچک خود باشند. مردم ما را ملامت می کنند که مگر پدرتان به شما اطمینان ندارد که یوسف را با شما همراه نمی کند؟ لاغل بگذارد امروز را با آنها باشد تا نیش و کنایه مردم فروکش کند. او طفلی بیش نیست و من به او عادت کردم. اگرچه رفتن به صحرا و کار و تلاش برای او مفید و سازنده است، اما هنوز دویدن به دنبال گله برای او زود است. ولی ما کوچکتر از یوسف بودیم که به صحرا می رفتیم. شما که تنها نرفتید. من به تدریج یوسف را نیز همچون شما به صحرا خواهم آورد و به تلاش وادار خواهم کرد، اما تنها فرستادن او اصلا سعی نیست. ما هم می توانیم به او کار و تجربه بیاموزیم و هم به عنوان برادر بزرگتر ناصح و دلسوز او باشیم. من هم دوست دارم یوسف رشد کند، با تجربه و کاردان شود، اما او کودک است، دلبسته محبت من و دل مشغول خانه می باشد. هنوز با شما نیامده تقاضای مراجعت خواهد کرد و بهانه مرا خواهد گرفت. آنچنان او را به بازی و شادی مشغول کنیم که اصلا به یاد شما خانم نیفتد. چه کیفی دارد خوردن از آب چشمه و بازی در آب نهر. تمام برادران با یکدیگر بازی میکنیم و تفریح میکنیم و کشتی میگیریم. غذای ما شیر داغ است و گوشت بریان. ما احساس میکنیم که پدر به ما اطمینان ندارد. من به شما اطمینان دارم، به گرگ های صحرا اطمینان ندارم. بیم آن دارم شما سرگرم بازی و مشغول کار شوید و از یوسف غافل بمانید و گرگ او را بخورد، چون در خواب دیدم که گرگ ها کودکی را دنبال می کردن. این دیگر از آن و آن آس بدر. خوب بود شما خود شاهد کشتن آن گرگ بودید. اگر گرگ یوسف را بخورد، پس ما ده جوان برومند به چه کار می آییم؟ یعنی ما آنچنان زبون و ناتوان شده ایم که نمی توانیم برادرمان را از خطر حمله گرگ حفظ کنیم. پدر، من رو با برادرانم به صحرا گردش میفرستی؟ پسرم تو هنوز کوچکی، باید با همسن سالای خودت بازی کنی. ولی پدر، من دیگه بزرگ شدم، دوست دارم با برادرانم بزرگتر از خودم بازی کنم. اجازه دهید با آنها به صحرا بروم. اینا چه میگوید پدر؟ یوسف خودیز مشتاق همراهی با ماست. آری پدر، اجازه دهید یوسف با ما به صحرا بیاید. خواهش میکنم پدر، خواهش میکنم اجازه دهید با برادرانم به صحرا بروم. پدر، خواهش میکنم. بسیار خوب، موافقم. درود بر تو پدر، سپاسگزاریم. بسیار خوب یوسف، بروی. صبر کنید، باید یوسف را آماده کنم. باشه. بیا پسرم، بیا. مراقب یوسف باشید، او چون شما تحمل سختی را نداره. نگران نباش مادر، نمیگذاریم به او سخت بگذره. از برادرانت دور نشو، از خودت مراقبت کن فرزندم. این پیراهن را هم بپوش. این که برای من خیلی بزرگ است. تو بپوش، خواهی دید که اندازه می شود. این پیراهن برای هر کسی که لیاقت پوشیدنش را داشته باشد اندازه می شود. پدر، این که اندازم شد. این پیراهن از بهشت برای پدر بزرگم ابراهیم آمده.
ابراهیم خلیل الرحمن این پیراهن را به پدرم اسحاق داده، ایشان نیز به من سپردند و همینک به تو رسیده. از این پیراهن خوب محافظت کن و آن را از خودت دور نکن. همه جا تو را به سلامت خواهد داشت. اصلا آن را به کسی نشان نمیدم. خداوند تو را از همه بلاهای آسمانی و زمینی محفوظ بدارد. همه جا با برادرانت باش و هر چه گفتند گوش کن. برویم پسرم. خب یوسف هم آمد. برویم یوسف. برویم. برویم یوسف. من هم تا بیرون شهر با شما میارم. بسیار خوب. برویم. برویم. نگران نباشید پدر. ما امروز با یوسف روز خوبی را خواهیم داشت. برادرانت خیرخواه و دلسوزتانند. کاری داشتی با آنها بگو. یاریت میکنم. مراقب خودت باش پسرم. برای یوسف آب و غذای کافی گذاشتم. مبادا گرسنه بماند. حتما. لاوی. یوسف را به تو میسپارم. نگذار آسیب ببیند و به او سخت بگذارد. پدر اجباری نیست. اگر خیلی نگران هستید اجازه ندهید یوسف بیاید. نه مانعی نیست، او را ببرید، اما مراقبش باشید. من از طرف خود و برادرانم به شما اطمینان میدم که غروب یوسف را شاد و خندان نزد شما بازگردانم. برویم یوسف. برویم یوسف. گله رو حرکت دهید. برویم یوسف. نگران نباشید. برادرانش از اون مراقبت خواهند کرد. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. میکنه یهودا؟ زانویم درد گرفت. این چه جور بازی است؟ علی پدری در کار نیست. فریاد بزن. تو به امروز جز مهر و محبت پدر ندیده بودی. دیده بودی؟ همه ی علاقه و توجه پدر ما اسرائیل فقط برای تو بود. گناه هم چیز چرا مجازاتم میکنید؟ برخیز ببینم. تو میخوایی از ما بدتر باشی؟ نارزو را به گورهایی بود.
ما تو را زنده نخواهیم گذار. پدری که از ما گرفتی کجاست؟ صدایش کن، بگو به فریادت برسد. ما همه فرزندان اسرائیل هستیم، تنها تو نیستی. پدری که داوان او جایگاه امن تو بود کجاست؟ بگو کجاست؟ باز هم شیر زبانی کن، از خواب باید بگو. چرا نمیگویی ستارگان رویایت را یاری کنند؟ ها؟ این دیگر چیست؟ چنین طوفانی را ندیده بودم. برخیز به داخل برویم. عجله کن. شنیدی؟ چه چیزی را؟ گویی یک نفر در باد فریاد میزند پدر. من یه چیزی نمیشنوم. عجیب است. شده؟ کفش های زیبایت پاره شده؟ لباس های تمیزت خاکی شده ها؟ چه حیف، موهای شانه کردت پریشان شده. هنوز هم میخوایی بر ما سروری کنی؟ یتیم راهی. خوب نگاه کن سجده کنندگانت را خوب نگاه کن. حال چه کسی به سجده افتاده؟ تو؟ یا ما؟ پدر یوسف کجاست؟ به همراه برادرانت به صحرا رفت. چرا گذاشتی برود؟ من چند بار شاهد کینه توزی های برادرانم با یوسف بودم. چرا اجازه دادید؟ نگران نباش دخترم، او خود دوست داشت که با برادرانش به تفریح و گردش برود. مگر شما او را دوست نداشتید؟ چرا، دوست دارم، اما برادرانت اصرار کردند و من برای جلب اعتماد آنان چاره‌ای جز موافقت نداشتم. خیلی نگرانم، دست خودم نیست. من خوابهای پریشان دیدم. یوسف در جای تاریکی بود و مدام گریه میکرد. من به فرزندانم اطمینان دارم، آنها یوسف رو به سلامت باز میگردانم. اما من تردید دارم،
حال چه کسی به خاک افتاده؟ تو؟ یا ما؟ بگو به سجده کنندگانت همان ماه و ستاره ها به یاریت بیایند. راهایم کن لابی، راهایم کن تا او را نزد مادر مردش جاهیل روانه کنند. قرار ما بر این نبود، با یک دیگر توافق دیگری داشتیم. آن توافق برای بستن دهان تو بود. ولی من رهایت نمی کنم، نمی گذارم یوسف را بکشی. رهایش کن لابی، بگذار کار را تمام کنه. پس بهتر است اول من را بکشی، چون اگر زنده بمانم به مادر خواهم گفت. یا از یوسف بگذر یا اول خودت کشته خواهی شد. یک دیگر را رها کنید یهودا. تو نگذاشتی کار را تمام کنم. یک روز پشیمان شد. میدانم که خداوند هیچ کاما را نخواهد بخشید. من از تو پوزش میخواهم. لاوی را ببخش. به خداوند سوگند تصور نمی کردم با تو این چنین کنم. پیامبرانو پیامبر زادگان، باید خود را برای مصائب دنیا آماده کند. اما من گمان نمی کردم که اولین مصیبت از جانب برادران بر من فرود آید. خندت برای چیست؟ ساعتی پیش که مرا از پدستان دید، هر یک مرا نوازش میکردید و بوسه میدادید. یهودا مرا بر چهار پا نشاند. با خود گفتم آن که چنین برادرانی دارد نه از دشمن باید بترسد و نه نگران خطر باشد، حالا که اولین دشمنان همین برادران هست. بیچاره آن که به جز خدا به دیگری دل خوش کنه. ببینم میخوایی با این چه کنی؟ معلوم است نزد پدر باز میگردی. این که خیال خامی است. حتی اگر به قیمت جان هر دوی شما تمام شود، نمیگذاریم او را بازگردانیم. چاره دیگر بیندیش. چه کنم؟ هر دوی ما را خواهند کشت. فعلا باید مانع کشته شدن تو شوم و بعد خدا بزرگ است. بسیار خوب، او را به کاروانیان رهگذر بسپارید تا به خود به جای دور ببرند. ولی ما که نمیتوانیم با دست خود او را به کاروانیان تقدیم کنیم. مشکوک نخواهند شد. چرا او را در جایی نمیگذارید که کاروانیان خود او را بیابند؟ مثلا بالای درختی جایی. بهتر است سرانه چایی پنهان کنید تا کاروانیان به انگام کشیدن آب او را بیابند و با خود ببرند. در نزدیکی اینجا چاهی میشناسم که کاروان تجاری مردم حجاز از آنجا عبور میکند. اگر او را در آنجا بگذاریم زود پیدایش میکند. ها؟ بسیار خوب، برویم. دان نفتالی گله را حرکت دهید. پدر، کی باز میگردن؟ نگران نباش دخترم، تا غروب وقت زیادی هست. چند روز پیش یهودا میخواست یوسف را مجازات کند، لاوی نگذاشت. چرا؟ اگر از یوسف خطایی سرزده بود؟ نه پدر، فقط نمیخواست خوابش را برای یهودا تعریف کند. من از او خواستم که نگوید. Thank you.
چه شد؟ چرا نمیرسی؟ در این نزدیکی چاه بود؟ شما به کجا میروید؟ میخواهی تا یوسف را از شاه در آوردن اون حقیقت را به کاروانیان بگوید و آنها او را نزد پدر ببرند؟ شاه هرچه دورتر باشد بازگشت اون غیر ممکنتر است. رسیدیم، شاه آنجاست، کنار آن تک درخت. آبان چاه شور است، من آن را میشناسم. چه بهتر، کاروانیان به همین خاطر هیچگاه در کنار این چاه اتراق نمی کنند. صدایش را در نیاور، من مخصوصم به این سمت آمدم. اما این به معنی کشتن یوسف است. خیلی عمیق است. مانعی نیست. جاد، اشیر، تناب هایی که برای بستن علوفا باره چهار پا آورده این بیاورید. اگر به هم بسته شود بلند خواهد شد. آب این چاه شور است، هیچ کاروانی از آن آب بر نمیگیرد مگر به اجبار و خطا. من اطمینان دارم توی در این چاه از تشنگی خواهد مرد. شاه، من خود میدانم، بیهوده که به این سر نیامدم. به هر حال همین است، چه زنده بمانه چه بمیره. بیا کاری با او نداشته باش، من خودم این کار رو خواهم کرد. مرا ببخش، کاری از من ساخته نیست. گناه من چیست؟ این چه ظلمیست که در حق من میکنید؟ تو گناه نداری، ما تحمل برتری و سروری تو را نداریم. ما به جایگاهی که خداوند برای تو قرار داده حسادت میکنیم. من از تو میترسم، تاریک است. نه ترس برادر، خداوند با توست، از تو حفاظت میکنه. یهودا، یهودا، من از شما میترسم، من از شما میترسم. گوش کن برادر، مگر شما نمیخواهید که من از پدر دور شوم؟ به تو قول میدم که اگر رعایت کنید از اینجا به جایی بروم که پدر هیچ وقت منو نبینه. تو من هم باور کردم. من از شما میترسم. صبر کنید. باز چه شده؟ اگر نزد پدر بازگشتیم و از یوسف پرسید چه پاسخی بدهیم؟ میگوییم گرگ را خورد. آری، پدر خودم نگران بود که مبادا یوسف نصیب گرگ شود. پدر میداند چنان گرگ بسیار دارد، اما من فکر میکنم نشانه ای لازم است. نشانه؟ مثلا پیراهن گل خورده یوسف نشانه خوبی است. خواهش می کنم، 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 بگو چه می خواهی برادر؟ می خواهم با تو تنها سخن بگویم. اگر نشینی چه گفت؟ من تو را دوست دارم.
و به خوبی تو یقین دارم، اگرچه برادرانم با من بدی میکنم، اما همه آنان را نیز دوست دارم و میخواهم از جانب من گزندی با آنان برسم. مبادا پدر از ستمی که بر من کردید مطلع شود که نفرین او همه شما را نابود خواهد کرد. دیگران هم نگویید، ممکن است پدر را با خبر کنید. این واقع از خداوند پنهان نخواهد ماند، از خشم خداوند در امان نخواهید ماند. توبه کنید، توبه کنید تا خداوند به خاطر ستم بر کودک ضعیف بر شما عذاب نازل نکند. خداوند ما رو ببخشه. به گفته پدر من یکی از پیامبران الهی خواهم شد. شما این را میدانید و این گونه بر من ستم میکنید. من نگران آنم که شما بنی اسرائیل و فرزندانتان با انبیای بعد از من هم این چنین کنید. نفرین بر ما سنگ دلان، نفرین بر ما از خدا بیخبران. کاری که ما بنی اسرائیل با برادر خود میکنیم درندگان با هم خون خود نمیکنن. آننگ برادر کشه قابیل را بار دیگر زنده میکنیم. چه شده؟ چرا معطل میکنید؟ بیایید ببینم. یوسف افتاد. لاوی یوسف، یوسف دادا، یوسف، یوسف، یوسف. صدایش قطع شد. چه شده؟ مگر همین را نمیخواستید؟ فقط تو این را میخواستی. قرار ما این نبود. از ابتدا نقشه قتل او را داشتی. تو تقاص پس خواهی داد. تو روی قابیل را سپید کردی. قابیل برادر با هم برابر خود را کشت، ولی تو طفلی صغیر را کشتی. نفرین خداوند بر تو، نفرین. اگر نفرینی هست برای همه هست. ما همه با هم شریکیم. شما هم در این کار مقصرید. پس بیهوده ادای یک برادر فداکار را برای من در نیاور. شما باید یوسف باشی. آری، من یوسف هستم. میدانستم
میدانستم که روزی شما را خواهم دید. شما چه هستید؟ مردی از ادوار گذشته، از دل تاریخ. مرا از کجا میشناسید؟ یکی از انبیای گذشته ماجرای شما را برای من تعریف کرد و من شیفته شما شدم. آرزوی دیدارتان را داشتم، از اون نشانه شما را خواستم. گفت روزی در این چاه شاه دنیا ظاهر خواهد شد. و شما هم در اینجا به انتظار من نشستید. 1200 سال است که انتظار شما را میکشم. 1200 سال؟ آره، منتظر یک نجات دهنده، پیامبری که وعده آمدنت را داد. گفت برو درون چاه دنیا بنشین، یک روز یوسف خواهد آمد و امروز آن روز موعود است. من هم از دیدار شما خوشنودم. من حضور همه انبیا را درک کردم و هر یک تو را پیامی دادند. هود نبی می گفت یا یوسف تو دادگری، داد ستم دیدگان بستان. صالح نبی می گفت یا یوسف کنیه تو همنان من است، به احقاق حقوق بندگان برخیز. یونس نبی می گفت تو وارث همه انبیای گذشته‌ای، بر آرزوی آنان جامعه عمل می‌پوشان. پیامبری که وعده آمدنت را داد نشانه برای تو فرستاد. موعود، موعود، موعود. از شما سپاسگزارم. نشان ارزشمندی است. حالا از من چه می‌خوای؟ آرزوی ملاقات شما را داشتم که دیدم به دیدار شما روشن شد. اینک هیچ آرزویی ندارم. به نصیحت شما نیاز دارم. چیزی بگویی تا در این چاه دنیا مرا به کار آید و گره‌های ناگشوده را بگشاید. رمز همه هستی در دستان توست. تو را به نصیحت چه نیاز؟ کدام رمز؟ خوب بنگر. هر دست تو را چند بند و چند انگشت است؟ پنج انگشت و 14 بند. این همان رمزی است که گفتم، 5 و 14. 5 و 14 یعنی چه؟ این رمز در زمان ظهور آخرین پیامبر گشوده خواهد شد و رمز وجود هستی در همین دو عدد است. با آنها متوسل شد، آرامش و نجات خواهی یافت. آرامش و نجات خواهی یافت. آقای پیرمرد، مرد منتظر کجا هستی؟ خونت خواب میدیدم. رمز همه هست در دستان توست. چرا فشردن این مهره به من آرامش میده؟ طوفان خوابید. تا کی میخواید اینجا بمانید؟ نمیرویم؟ روز
زنده است، یوسف زنده است. یوسف! من زنده! خیالتان که راحت شد، پس چرا ایستاده اید؟ برویم! نمیشنوید؟ برویم دیگر! نگران شده بودیم مبادا غرق شده باشی. چرا پاسخ نمیدادی؟ من خودی نمیدانم چگونه نجات یافتم. منو بیرون بیاورید، من میترسم، اینجا تاریک است. نمیتوانم، برادران سنگدل و نامهربانت نخواهند گذاشت. مجبوری تحمل کنی، به خداوند توکل کن. دیر وقت است، ما باید برویم، ولی من به زودی باز میگردم و برایت غذا و آب میآورم. نگران نباش. نگران شوری آب نباش، برایت آب شیری میآوریم. پس شما از ابتدا قصد کشتن او را داشتید و میدانستید آب این چار شور است و هلاک خواهد شد. میدانستم، اما یهودا نگذاشت که بگویم. برویم دیگر، راه طولانی است. اینجا شیرین است. فرزندان اسرائیل رفتن، من نیز مجبورم بروم. نامی من میترسم، فردا باز میگردم. امشب رو باید تحمل کنی. چرا نشسته ای؟ من در روز روشن توان رو در روی با پدر را ندارم. باید تا غروب آفتاب صبر کنی. شاید تاریکی قدر از زشتی سیرت ما را بپوشاند. نه تاریکی نه ما چهره ای ماتم زده پدر را خواهیم دید و نه او چهره ریاکارانه و غم دروغین ما را مشاهده خواهد کرد. راست میگوی، رویارویی با پدر مشکل است. این پیراهن را که همین گونه نمیتوانیم با خود نزد پدر ببریم. او نمیپرسد اگر گرگ یوسف را دریده پس خونه این پیراهن کجاست؟ نگرانی نیست، هنوز دیر نکردن. آنها همیشه در روشنایی و پیش از غروب آفتاب باز میگشتند. امروز دیر کردند. حتما با یوسف به بازی و تفریح مشغول شده و گذر زمان را فراموش کردند.
اگر بلایی بر سر پدر بشه. پدر چه شده داری؟ چه شده یهودا؟ چه شده لابی؟ یوسف کجاست؟ چه شده لابی؟ یوسف چه شده؟ چرا سخن نمیگویی؟ نه خدا غم ما کمتر از غم شما و پدر نیست. ای کاش میمردیم و نزد شما باز نمیگشتیم. حرف بزن. تحمل شنیدنش دلی از سنگ میخواهد. آخر چگونه میتوان گفت؟ من تحمل شنیدن هر گونه خبری را دارم. بگویید چه شده؟ چه بلایی بر سر یوسف من آمده؟ من و برادرانم نیز دقیقا نمیدانیم چه رخ داده، چون هنگام فاجعه آنجا نبودیم. ما مشغول تفریح و بازی بودیم، غافل از بعد مکان و گذر زمان. یک وقت خدا آمدیم، روز سپری شده بود و ما از یوسف دور شده بودیم. چون یوسف را توانایی دویدن و بازی کردن با ما نبود، اون رو نزد لباس اساس خود گذاشتیم. به سرعت به سوی یوسف بازگشتیم، ولی اثری از یوسف نیامد. لباس و اساس بود اما یوسف نبود، فقط پیراهن خونین او را یافت. آی یوسف، آیا هیچ عضوی از یوسف من بر جای نمانده تا بران گریه کنم یا او را در گور نهاده به یادگار مزاری بران بلا کنم؟ بسیار گشتی اما به جز این پیراهن اثری از او نیافتی. گرگان وجود نازنین را از هم دریده بود. آره به خدا این پیراهن یوسف من است. بوی او را میشنم. No, no, no.
چه برزارت آوردن. جواب خواهرم رو چه بدهد بود؟ اون برزندانش را به من سپرده بود. نفرین برای گرهایی که تو را دریدم. آب تو را چگونه تحمل کنم؟ آیا در هنگام حمله گرز یوسف همین پیراهن بر تنش بود؟ آره. گرگی که یوسف مرا دریده چه گرگ مهربانی بوده. تنش را دریده اما پیراهنش را ندارد. خوابیست که نبی خدا دیدن، خوابی که در آن ده گرگ میخواستن به کودکی آسیب بزنن. نه یوسف من از گرگ آسیب ندیده، گواه من این پیراهن است. یهودا، اگر یوسف را گرگ دریده چرا پیراهنش را ندریده؟ این پیراهن چرا سالم است؟ ما تا به حال متوجه این مطلب نشده بودیم. عجیب است مادر، این پیراهن چرا سالم است؟ راست میگویید، این چگونه ممکن است؟ چه اتفاقی افتاده شمعون؟ حقیقت چیست؟ ما هم نمیدانیم. واقعا حیرت آور است. نمیدانم چه اتفاقی افتاده و با فرزند من چه کرده اید، اما به یقین آنچه رخ داده اطاعت فرمان نفس بوده و همین نفس این عمل شما را نزد شما نیک جلوه داده است. بیشک در این حادثه شیطان یاریتان کرده. ما هم مثل شما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده. این که تقصیر ما نیست. شما در امانت خیانت کردید. باید از او چون جانتان نگهداری میکردید. همین امشب بروید یوسف را بیابید و بیاورید. ما بسیار گشتیم اما اثری نیافتیم. کجا را بگردیم؟ همان که گفتم، همین امشب باید اون را پیدا کنید. برویم، برویم. باید برای پیدا کردن یوسف تدبیری هم. دیدید چه مصیبتی به بار آوردید فرزندان اسرائیل؟ تو نگذاشتی. اگر یوسف را کشتازی از رو آورده بودیم این قائله تمام شده بود. هنوز هم دیر نشده. اکنون میتوانیم این کار را بکنیم. تا همینجا نیز بیهوده با شما همراهی کردم. اگر دست از با خطا کنین یقین بدانید همه چیز را برملا خواهم کرد. بسیار خوب، بسیار خوب. تو بگو چه کنیم. میبینی که پدر باور نمی کنه. خب معلوم است پدر به این صورت فریب نمی خورد. فکر کشتن یوسف را از سر بیرون کنید. دروید باز هم تلاش کنید و قدر دروغ و دغل سرهم کنید. شاید پدر باور کرد. Thank you.
بازه سلام در بازه ابراهیم خلید سلام در بازه آدم زید سلام در بازه نوح نبی سلام در بازه ابراهیم خلید سلام در بازه آدم اسحاق سلام در بازه نوح نبی سلام بر وارث ابراهیم خلید سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی سلام بر وارث آدم سلام بر وارث نوح نبی سلام بر وارث ابراهیم خلید سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی و سلام بر یوسف صدیق سلام تو کیستی؟ مأمور مراقبت و دلجویی از تو پیک پروردگار یکتا هستم مأمور مراقبت و دلجویی از تو برادرانه من رو در چاه انداخته رفت آنها زجرم دادند و مضروبم کردند میدانم ولی به اذن خداوند جراحات تو التیام یافت جراحات قلبم چگونه التیام خواهد یافت آنها به من ستم کردن تقاضای مجازاتشان را داری نه نه آنها برادران من هستن اما چرا آنها این همه با من دشمنی کردن؟ من چه بدی با آنها کرده بودم؟ برادرانت بنیان بدی را گذاشتند ستمی را که فرزندان اسرائیل با تو و پدرشان کردند از این پس فرزندانشان با دیگر انبیا خواهند کرد آنان انبیا زیادی را رنج داده و بسیاری را خواهند کشت هیچ پیامبری از شر آنان در امان نخواهد من نگران آنانم آنها باید توبه کنند در آینده نه چندان دور آنان را وادار به توبه خواهی کرد تو بر برادرانت مسلط شد و ایشان را متنبه خواهی ساخت مرا تنها نگذار من اینجا خیلی میترسم یوسف باید به سختی خو کند فراموش نکن تا یوسف به قعر چاه نیفتد به اوج جلال و جاه پر نخواهد کشید پدرم من رو موجه رسالت داد زمان تحقیق این مده کی خواهد رسید تو اینجا نه در قعر چاه که در ظل عنایت الهی زمان تحقیق آن وعده چندان دور نیست آگاه باش یوسف که خداوند تو را بهر نبوت و بارگاه آفریده نه بهر بند و چاه آگاه باش یوسف که خداوند تو را بهر نبوت و بارگاه آفریده پیکه پروردگار یکتا کجایی؟ میدانم که یوسف مرا گرگ نخورده اما چه بلایی بر سرش آمده نمیدانم راستی که رزم هزار چهره
ریاکار و نیرنگ بازی. باز کن بدم. میدارم که سخنان ما را باور نمیده. ما به همه مقدسات و خداوند یگانه سوگند که ما حقیقت را به شما گفتیم. حقیقت. صبر زیباست و می دانم که در این مصیبت خداوند مرا یاری خواهد کرد. ما از امروز تا زمانی که از یوسف خبری نیابم شما را نخواهم بخشید. دیگر نمیتوانم این حال پدر را تحمل کنم. میروم که یوسف را نجات داده و نزد او بیاورم. بازگشتن یوسف یعنی نفرین پدر، یعنی رسوایی، یعنی نابودی ابدی. تو میفهمی چه میگویی؟ ولی من تصمیم خود را گرفتم و شما هم نمیتوانید مانع من شوید. از شما بعید نیست. لازم شود پدر را هم میکشید. چه رسد به من؟ جناب یعقوب؟ پدرتان کجاست؟ چه میخواهید؟ من میخواهم شما را ببینم. ما مردم کنعان هستیم یا نبی الله؟ یاکین هستم. باز کنید. درود خداوند بر یعقوب نبی. درود خداوند بر شما. برای دلجویی و همدردی با نبی خدا آمده ایم. اگر از ما کمکی برمی آید دریغ نداری. هنوز نمی دانم یوسف من مرده است یا زنده. پسرانم میگویند گرگ او را خورده و این حقیقت ندارد. اگر بلای دیگر بر سرش آمده از آن بیخبرم. نگران نباشید، اگر زنده باشد او را پیدا میکنیم. سنگ سنگ این بیابان را جستجو خواهیم کرد. مجبوری تا صبح صبر کنید. در روشنایی روز بهتر میتوان جستجو کرد. نه، تا صبح ممکن است دیر شود. جستجو را از همین امشب باید آغاز کرد. ولی ما همه جا را جستجو کرده ایم. چراگاه را هم گشته ایم؟ آری، جای جای آن را گشته ایم، همه جا را. ولی اثری از او پیدا نشد. باز هم میگردیم. تعداد من بیشتر از شاید اون پیدا شود. گویا شما تمایلی به جستجو ندارید. نه، اگر میخواهید جستجو کنید. لباسهای مرا بیاور. از راه مکفیله به چراگاه میرویم. ما هم میاییم.
نیازی نیست، شما همینجا بمانید. اگر یوسف را بیابند آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پدر تا ابد ما را نخواهد بخشید. بهتر از خودمان یوسف را نزد پدر بیاوریم و از او پوزش طلب نموده قائله را ختم کنیم. جانشینی پدر چه می شود؟ توجه و علاقه اون نسبت ما چه می شود؟ پس از این حتی گوشه یه چشمی هم به ما نخواهد کرد. پدر هم اکنون هم هیچ توجهی به ما ندارد. این گذراست، چندی که گذشت یوسف را فراموش کرده، توجهش به ما جلب می شود. اگر امشب را بیابند چه؟ نمی آبد. مگر فراموش کردی که ما یوسف را از چراگاه به جای دیگر بردیم؟ اینجا ایستادن بیفایده است، برویم، برویم در میان مردم باشیم. شما رو نخواهم بخشید. دیگر نمیتوانم این حال پدر را تحمل کنم. میروم که یوسف را نجات داده و نزد او بیاورم. بازگشتن یوسف یعنی نفرین پدر، یعنی رسوایی، یعنی نابودی ابدی. تو میفهمی چه میگویی؟ ولی من تصمیم خود را گرفتم و شما هم نمیتوانید مانع من شوید. از شما بعید نیست، لازم شود پدر را هم میکشید. چه رسد به من؟ جناب یعقوب، پدرتون کجاست؟ چه میخواهید؟ من میخواهم شما را ببینم. ما
مردم کنان هستیم یا نبی الله یا کین هستم. باز کنیم. درود خداوند بر یعقوب نبی. درود خداوند بر شما. برای دلجویی و همدردی با نبی خدا آمده ایم. اگر از ما کمکی برمی آید دریغ نداری. هنوز نمی دانم یوسف من مرده است یا زنده. پسرانم می گویند گرگ او را خورده و این حقیقت ندارد. اگر بلای دیگر بر سرش آمده از آن بی خبر. نگران نباشید، اگر زنده باشد او را پیدا می کنیم. سنگ سنگ این بیابان را جستجو خواهیم کرد. مجبوری تا صبح صبر کنید. در روشنایی روز بهتر می توان جستجو کرد. نه، تا صبح ممکن است دیر شود. جستجو را از همین امشب باید آغاز کرد. ولی ما همه جا را جستجو کرده ایم. چراگاه را هم گشته ایم؟ آری، جای جای آن را گشته ایم، همه جا را. ولی اثری از او پیدا نشد. باز هم میگردیم. تعداد من بیشتر از شاید اون پیدا شود. او یا شما تمایلی به جستجو ندارید؟ نه، اگر میخواهید جستجو کنید. لباس های مرا بیاور. از راه مکفیله به چراگاه میرم. ما هم میاییم. نیازی نیست، شما همینجا بمانید. یوسف را بیابند آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پدر تا ابد ما را نخواهد بخشید. بهتر از خودمان یوسف را نزد پدر بیاوریم و از او پوزش طلب نموده قائله را ختم کنیم. جانشینی پدر چه می شود؟ توجه و علاقه او نسبت به ما چه می شود؟ پس از این حتی گوشه چشمی هم به ما نخواهد کرد. پدر هم اکنون هم هیچ توجهی به ما ندارد. این گذراست. چندی که گذشت یوسف را فراموش کرده، توجهش به ما جلب می شود. اگر امشب را بیابند چه؟ نمی یابد. مگر فراموش کردی که ما یوسف را از چراگاه به جای دیگر بردیم؟ اینجا ایستادن بیفایده است. برویم، برویم در میان مردم باشیم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.